گزارش های رسمی نشان می دهد که 236 هزار میلیارد تومان از بانک ها خارج شده و تاکنون برنگشته است. این به نوعی همان رقم معوقات بانکی است که در بیش از یک دهه گذشته هیاهوی زیادی برای برگشت این طلب شبکه بانکی به پا شده. اما در عمل اقدام جدی صورت نگرفته و موزل همچنان پا برجاست. زمانی به این ماجرا قوه قضاییه ورود کرده و با اعلام ضرب العجل از بانک مرکزی فهرست خواسته و گاهی از برنامه‌هایی برای حصول مطالبات سخن گفتند، اما هیچگاه گزارش رسمی و شفافی در مورد نتیجه اقدامات منتشر نشده است. شروع سال جدید نیز برای شبکه بانکی با حواشی انتشار فهرست بدهکاران بانکی همراه شد و ابتدا 11 بانک دولتی اسامی ابر بدهکاران خود با بدهی بیش از 100 میلیارد تومان را منتشر کردند. اما این انتشار با انتقاد کارشناسان همراه شد و حتی واکنش قوه قضاییه را برانگیخت. این قوه از بانک‌ها خواست تا ضمن دسته‌بندی فهرست بدهکاران محل هزینه کرد تسهیلات را نیز اعلام کنند. همچنین منتشر نشدن اسامی ابر بدهکاران بانک‌های خصوصی توجه‌ها را جلب کرد. به اعتقاد کارشناسان بانکی فهرست منتشر شده توسط بانک‌ها ناقص بود. در لیستی که بانک ملی ارائه داده در تیتری مطلب نویسه برخی از بدهکاران. وقتی من خواننده و بیننده میبینم که برخی، این بسیار سوال در ذهنم ایجاد میشه، آیا مقصود از برخی دیگرانی هستن که اعلام نشده؟ خبری از اسم شرکت‌های دولتی و خودروسازان و جزئیاتی نیز از اعداد و ارقام در آن نبوده که وزیر اقتصاد دلیل آن را اختلاف حسابرسی‌های سیستم بانکی نسبت به میزان تعهدات ریالی و ارزی دانست. اما انتشار این به اصطلاح ارقام عمده به این معنا نیست که بانک‌هایی که پرداخت کردن خارج از ضوابط پرداخت کردن. من نمیدونم، نیاز به بازرسی و بررسی بانک مرکزی و مراجع نظارتی داره. اگر رسیدیم به این مطلب و رسیدن به این مطلب، خب بانک مربوطه و یا مدیران زیربط عرشبت که مورد با پیگیری قرار خواهند گرفت، حالا یا از طرف هیئت انتظامی بانک مرکزی یا قوه قضاییه. ولی الان نمیشه گفت که این انتشار دلیل، انتشار این لیست دلیل برای این است که پرداخت این تسهیلات خارج از ضوابطه. لیست باشه، این معنا رو نمی‌رسه. علاوه بر این، نحوه انتشار این اسامی نیز مطرح است. کارشناسان بانکی انتشار این اسامی توسط بانک‌ها را خلاف قانون بودجه و اصل حریم خصوصی بانک‌ها و مشتریان می‌دانند که دبیر کانون بانک‌های خصوصی می‌گوید بانک‌ها محرم اطلاعات مالی مردم هستند و فقط برای موارد خاص، آن هم با حکم قضایی، می‌توانند اطلاعات مشتری را منتشر کنند. حالا الان بانک‌ها با دو مستند مواجه هستند. مستند اولشون اینه که وزارت دارایی بخشنامه کرده که هر بانکی باید خودش لیست جداگانه انتشار بده. ظاهرا بانک‌های دولتی این کارو کردن. بانک سپه نیست، هر شبات لیستش خودش رو انتشار داده. آیا این لیستی که بانک انتشار سپه انتشار داده شامل بدهکاری اشخاصی که از بانک‌های ادغامی باقی مونده میشه یا اینکه فقط مربوط به بانک سپهه؟ بنابراین نمیشه اصلا نظر خطی کرد که این لیستا صحیحه یا مثلا درست نیست. ابهامات داره که مرکز و مرجع صالح برای این ابهامات فقط بانک مرکزی. مستند دوم قانون بودجه سال 1401 که در این قانون تفسیر 16 پیشبینی شده که هر بانک مرکزی میبایستی این آمار و اطلاعات رو از بانک‌ها بگیره، پالایش کنه و با شرایط خاصی و کیفیت خاصی راستی آزمایی کنه و در سایت خودش بگذارد. پس بانک‌ها به نظر بنده از نظر قانونی هنوز مجاز نشدن که این لیست ها را خودشون رأساً و بدون راستی آزمایی و بدون نظر بانک مرکزی منتشر کنند. در پی این انتقادات 31 فروردین ماه بانک مرکزی اسامی بدهکاران بانک‌های خصوصی و دولتی را منتشر کرد. با اینکه در فهرست بانک مرکزی اسم خودروسازان و برخی شرکت‌های دولتی آمده، اما همچنان انتقاد ناقص بودن فهرست پا برجاست، چرا که در آن تنها اسامی ابر بدهکاران 14 بانک منتشر شده، نه همه بانک‌ها. خبری هم از اسم دستگاه‌های دولتی نیست.
این اگه این لیست ها رو شما دقیق نگاه کنید، بعض اسامی تو این لیست ها مشترکه. این به نم معناست که این اسامی هم از بانک، مثلا بانک ملی تسهیلات کلان گرفتن، از فلان بانک. این در حالی است که وزیر اقتصاد بر معرفی دستگاه‌های دولتی در صورت ابر بدهکاری تاکید کرده. خب یه آسیب شناسی لازمه در نظام بانکی، حالا توسط بانک مرکزی یا هر نهاد دیگه. چطور می شود یه شخص از چند بانک بتونه تسهیلات کلان بگیره؟ آیا روال عادیش و روال بانکیش طی شده یا اینکه مبتنی بر سفارش، توصیه و فرمایش بود؟ جالب اینجاست که در فهرست اعلام شده یکی از بانک‌ها نام وزارت اقتصاد به عنوان ابر بدهکار دیده می شود. از سوی دیگر بررسی فهرستان نشان می دهد که در بین ابر بدهکاران برخی بانک‌ها اسامی بانک‌ها و زیرمجموعه های آنها نیز دیده می شود. همچنین اسامی خودروسازان و شرکت های وابسته به این صنعت نیز یکی از اسامی پرتکرار در فهرست منتشر شده است. برای مثال یک خودروساز بزرگ بدهکار مشترک بین دو یا چند بانک است. به اعتقاد بنده زمان این لیست موثر انتشارش که یک منتهی به بازدارندگی بشه، یعنی کسی دیگری نیاید با استفاده روابط سفارش و هر چیز دیگه این قبیل تسهیلات رو بگیره. دو، این که تسهیل کنه در مثلا وصول مطالبات معوق بانک‌ها، وگرنه هیچ خاصیت دیگری جز این که انتشار رسانه‌ای بشه نداره. این قبیل اصلا اسرار بانک مردم، اطلاعات خصوصی مردم حتما نیازه با مثلا شرایط قانونی انجام بگیره، نه اینکه ملاحظات اداری یا اینکه تصمیم فلان وزارت. جدای از ابهامات انتشار این اسامی، چرایی و نتیجه آن نیز از این جهت مهم است که میتواند دوباره تکرار ماجرای گذشته بوده و تنها به یک سر و صدای رسانه‌ای ختم شود. من معتقدم هم بانک‌های خصوصی، هم بانک‌های دولتی و هم بانک‌های خصوصی باید شدیداً شفاف بشن، اما شفافیتشون قانونی باشه، نمایشی تبلیغاتی نباشه. نه یار مثلا فلان بانک عمل کرده سال 1360 روز روی سایت ولی الان من نفهم چی کار داره میکنه. بنابراین این جریان در صورتی میتواند تاثیرگذار باشد که مسئولان مربوطه تنها به انتشار فهرست اکتفا نکرده و اقدامات بازدارنده‌ای برای معوقات بانکی و وصول مطالبات انجام دهند. مخصوصا بانک‌های خصوصی که با سهامدار سرکار دارند، بانک‌های دولتی که با پول مردم سرکار دارند. این سپرده‌های مردم، اینا چه با در بانک‌های دولتی مردم ببینن چه اتفاقی در درون بانک می‌افته. حق مردم، اما باید حریم خصوصی مردم رعایت بشه. مثلا فرض کنید که یه مرتبه یه مسئولی تصمیم میگیره، یه وزارت خانه تصمیم میگه آقا من عرض شود که به این نتیجه رسیدم که اگر مثلا میگم عرض میکنم اطلاعات بانکی خبرنگاران منتشر بشه بذاره روی رسانه، خیلی مثلا موثره. کارشناسان و مدیر بانکی معمولا خودشون ذینفع نیستن در پرداخت این تسهیلات، بلکه باید پرداخت بشه یه جوری توجیه اصلا بانکی و قانونی بشه. پیشنهاد اول من اینه که در مورد انتشار این لیستا صرفا بر اساس مقررات قانون بودجه امسال عمل کنند، یعنی از طریق بانک مرکزی و راستی آزمایی بشه. دوم این که گزارش عملکرد هر بانک را در پایان مجمع عمومی پس از تصویب مجمع عمومی به همراه گزارش بازداشت قانونی روی صورت هر بانک بزنه. بنابراین اگر شما بخواهید بررسی کنید این آمار رو و این عملکرد رو، راحت میتونید دسترسی داشته باشید. الان برای خود بنده دسترسی به این آمارها و این اطلاعات تقریبا غیر ممکنه، ولی فکر نمی کنم با انتشار فقط یک لیست یا انتشار این قبیل آمارها تحولی ایجاد بشه در این کار، که مثلا فرض کنید که دیگه تسهیلات کلان به این شیوه پرداخت نشه. چندان من مؤثر نمیدونم، هرچند که میزان اهمیت انتشار اسامی بدهکاران در وصول مطالبات آنها مشخص نیست. البته خبری که میتواند ما را به وصول این مطالبات مقداری امیدوار کند، گفته وزیر اقتصاد مبنی بر مراجعه برخی از ابر بدهکاران به بانک برای پرداخت بدهیشان است که هنوز جزئیاتی از آن منتشر نشده است.